آیا جل... این چون من جوری که یادمه وقتی ستی... کتاب های سیفن هاکیگو میخوندیم این بود که میگفتش که با این... هم به بیگ بنگ اعتقاد دارن هم میگفتن که جهان شروع نداره اه... و خیلی برای همه سواله چجوری میشه که بیگ بنگ تئوریش رو قبول داشته باشین ولی بگین که جهانم شروع نداره این دوتا آیا تناقض نداره با هم من دلیل این که اصلا انیشتن توضیح دادم این بود که میخواستم بگم که دا 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 چرا تناقض داره من میخواستم برسم به اینجا که بگم آقا یک فیزیکی ما داریم که فیزیک مدرن یک بخشش تو شانه انیشتن که نسبیت نسبیت خاص و عام تو نسبیت عام دیگه حالا توضیح نمیدم فقط انیشتن میگه آقا تو نسبیت عام جرم فضا رو خم میکنه یعنی فضا اطراف جرم خم شده دیگه نور تو مسیر عادی حرکت نمیکنه نور تو یک کرف حرکت میکنه این بحث دیگری یک نگاه ما نگاه نسبیتیست به جهان که در مورد حرکت سیارات، حرکت خورشید، حرکت زمین، حرکت کهکشانها و اینها صحبت میکنیم و سیاه ها اه, یک بخشی از جهان که در مورد ذرات ریز هست و ماکروسکوپیک هست حالا ماکروسکوپیک بعد اسمش شد غلطه بعد ماکرو ما هست یعنی در باب اتم ها ذرات ریزتر از اتم کوانتوم کوانتوم اول سابتامک میشه به فارسی من دلم متاسفم که این کلماتو به فارسی واسه شما نمیدونم میگم میشه حالا باید پیدا کرد زیر اتمی زیر اتمی در حد سایز در اون اتمی در اتمی در اون سایز ها اون وقت دیگه فیزیک نسبیت کار نسبیت به ما جواب نمیده مجبوریم از قوانین دیگری که بر پایه احتمالات و کوانتوم فیزیک بهش میگیم از اونها استفاده کنیم یعنی فیزیک مدرن دو تا شاخه داره فیزیک کوانتومی و فیزیک نسبیتی حالا ما فقط اومدیم فهمیدیم که وقتی به سیاه چاله ها میرسیم و میخوایم وارد جایی بشیم که یک حجم عظیمی از گرانش داریم که در دل سیاهچاله ما میدونیم یک حجم عظیمی از ماده یک خورشید یا چیزی ده برابر خورشید صد برابر خورشید هزار برابر خورشید فشرده شده در یک نقطه خب پس مجبوریم از قوانین نسبیت انیشتن استفاده کنیم در عین حال چون کوچیکه مجبوریم از قوانین کوانتوم هم استفاده کنیم و بعد این دوتا رو ما نتونستیم رو هم بندازیم اون چیزی که بهش میگن کوانتوم گراویتی هنوز جای کار داره هنوز نتونستیم برای همینه که ما دقیقا نمیدونیم تو مرکز سیاه چه اتفاقی میفته و حتی مشکلات دیگری هست که انفورمیشن لاست یعنی اطلاعات از بین میره و داستان طولانی است اما این قضیه آنسرتنتی یا عدم قطعیت که یکی از بحث هایی که توی فیزیک کوانتوم یکی از مهمترین قوانین فیزیک کوانتومه که ما یک ذره رو یا میتونیم سرعتش رو اندازه حرکتش رو بدونیم که میشه مومنتم یا میتونیم مکانش رو بدونیم هر دو رو با هم نمیتونیم بدونیم این یک عدم قطعیتی در دل جهان تنیده یعنی در این جهان ما بر پایه یک مدلی از رندومنس سواره و این سوال همینجا میشه این سوال رو بهش فکر کرد که آیا اگر ما بریم عقب این جهان رو ریوایند کنیم مثل فیلم ویدیویی که میزنیمش عقب بریم عقب 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 برسیم به لحظه بیگ بنگ دوباره دکمه پلی رو بزنیم آیا بعد از 13 و خورده ای میلیارد سال دوباره من و آرمین و بابک اینجا نشستیم داریم همین حرفا رو میزنیم یا در هل... جهان دیگری زندگی میکنیم این خب این سوالی است که واقعا به این راحتی نمیشه پاسخ داد نمیشه آیا اینکه, اینکه اگه ما میگیم که تایم ریلیتیو هست نشون میده که آینده مثلا ای آینده من دترمن شده نشده اگه شما اگ من اگه به طرف یک من اگه با دو چرخم حرکت بکنم به طرف یک یک ایلین که توی یک که کهکشان دیگه هست آینده حال من میشه آینده اون درسته اگه حالا من میشه آینده ای اون نیمه آینده اون گذاشته اون یکیش فکر کنم آینده اون میشه اگه به طرف شرکت کنم اگه حالا من میشه آینده اون پس آینده اون تا من وای میسم حالا من میشه حال اون معنیش چی منیش اینه که آینده اون از همه دترمن شده پس همه چی دترمن شده نه این الان یه نکته که شما اینجا گفته اینه که ما اون چیزی که داریم تو آسمون نگاه میکنیم داریم گذشته رو میبینیم الان رو نمیبینیم ما الان داریم 8 دقیقه پیش خورشید رو میبینیم خورشید همین الان اون چیزی نیست که ما میبینیمش چون نور 8 دقیقه طول میکشه تا ما برسه ما الان داریم 20 سال پیش سوبر فلکی ویگا رو میبینیم 20 سال پیشش رو داریم میبینیم اگر فیلم کانتکت رو دوستان دیده باشن هیتلر یه پیام میرسه به ویگا و اونا برمیگردن چهل خورده سال می این... بگین یوتیوب دوست نداره ما اسم اینو بگیم اسم این شخص اسم کوچیکش رو بیارین اسم ادولف ادولف حالا حالا فارا به هر حال اینها پیام فرستادن باز کن بگذاریم داستان اینه که ما وقتی به یونیورس نگاه میکنیم گذشته رو میبینیم یعنی مثلا اگر یک جایی با ما صد میلیون سال نوری فاصله داره 100 میلیون سال طول کشیده تا اون نورش به ما برسه ما داریم صد میلیون سال پیشش رو میبینیم اما در اینکه در این لحظه در جهان یک اتفاقی داره همونجا هم میفته در این شکی نیست یعنی حال ما با حال اونها یکیست این اینو اینو رفتیم. پذیرفتیم اما اگر اونها همین الان یه تلسکوپ بندازن و کره زمین رو نگاه کنن یک مثلا اندرومدا که با ما دوره اگر نگاه بکنه به کره زمین یک تلسکوپ گنده داشته باشن دایناسورها رو میبینن دایناسورها دارن برای درست... میگردن ببخشید درسته ولی این که شده شما دارین میگید موضوع با تاخیر سرعت نور خاطر سرعت نور به خاطر نور نرسیده من موضوعی که داشتم میگفتم موضوع این تاخیر تصویر به خاطر سرعت نور نیست من موضوعی که دارم صحبت میکنم اینه که اگه یکی من چی نه, نه حتی با سرعت نور هم، با سرعت نور هم نه با هر سرعتی اگه با, با, یه سرعتی حرکت بکنه یه کسی دیگه حرکت نکنه زمان برای اون کسی که حرکت میکنه فرق داره با کسی که حرکت نمیکنه خب برای همین موسیقی. اگه به من زم... برای همین ممکنه من اگه به طرف شما حرکت کنم یا ا... ا... برخلاف شما حرکت کنم حال من یا میشه آینده شما یا حال من میشه گذشته شما بر اساس زمان ما کم و زیاد میشه ولی باز وقتی به هم میرسیم به یک نقطه از زمان مکان میرسیم نکته بس. اینجاست که توی فلاکچویشن توی کوانتوم فلاکچویشن یا این این رندوم نسی که در دل جهان ما تنیده شده من الان یه آزمایشی انجام میدم یک الکترون رو به سمت یک دو تا دریچه شلیک میکنم خب ولی ما نمیدونیم که این الکترون از کدوم دو دریچه رد میشه ممکنه از این رد بشه ممکنه از اون یا ممکنه از هر دو رد بشه احتمالاً از هر دو رد میشه ولی نکته اینجاست که این آزمایش اگر ما دوباره تکرار بکنیم هیچ دلیلی نداریم که دقیقا همین اتفاق میفته دوباره اگر تکرار بشه یعنی یک رندوم نسی در دل جهان وجود داره و همین رندوم نس بر آنچه که بهش میگن باتفلای افکت اثر پروانه باید بهش گفت هرچی میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه که به دلیل همین اتفاقات ریزی که رندوم هست در دل جهان کلا یونیورس به یک سمت دیگری میرفت اصلا شاید چه میدونم چنگیز خان مثلا شکست نمیداد قایر خان چه, چه میدونم سلطان محمد خار شاه رو یعنی تغییرات خیلی ریز باعث می شد که جهان دوباره به این حالت به این سمت نره دیترمینیستیک به اون مفهوم شاید جهان نبود ولی این بحث بازی ها بحث مهم. بازی که یه دست فیزیکتان مثل شما میگن نه دقیقا ما دوباره میرسیدیم این هم می گفتش که uh, God doesn't, God doesn't play dice خدا با با دایس چی میشه؟ تاس با خدا تاس بازی نمیکنه. اصلا هم uh, همین جمله رو بگیم شما گفتی دقیقا. Uh -huh. دقیقاً. و, uh, این نز... شما این این حرف من درسته یا یعنی نه خیلی میگن که مثلا این کوانتوم پراببلیتی فرمولا این uh, که میگن احتمالی یعنی به خاطر این فرمولای جدیدی که پیدا شده معنیش که uh, اگر برمیگشتیم پلی کردیم به هر جد میتونست بره بعضی میگن که هم این درسته هم دیترمینیسم درسته به خاطر اینکه هر کدوم از این احتمالات یک یونیورس خودش رو درست میکنه و یعنی ب... یعنی لحظه هر لحظه که ما داریم هر یک لحظه که داره رد میشه این فرمول این فرمولا یک یک جهان جدید اینور درست میشه یک جهان جدید اینور درست میشه و ما بی‌نهایت جهان داریم به این شکل نظر شما چیه بله این بینسه به داستان تایم لاین جدید یعنی شما حتی اگر مثلا برید در گذشته یه سری کارا رو بکنین شما یه تایم لاین دیگه درست کردید یک جهان دیگه درست کردید بجز اینکه تمام این رندومنس باعث میشه که بی‌نهایت جهان در بی‌نهایت جهان در دل هم دیگه بله اینم اینم یک تئوری ما اینا اینا, توضیحاتیه که ما برای بیگ بنگ داریم میدیم به من این نیست شواهد برش 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 یعنی امکان داره امکان داره که یک جهان دیگه وجود داشته باشه که ما از اول بیگ بنگ تا حالا همه چی عین این بوده همه چی تمام اتما همه چی به این شکل بوده ولی به این لحظه که رسیده من شروع کردم به شما فوش دادن توی شما هم شروع کردیم من... و و شما هم بعد به من فرش دادیم و تاریخ اون جهان و این آز. تو این جهان من به شما فرش ندادم تو اون جهان من به شما فرش دادم و این لحظه با اون لحظه همه چی عوض میشه و دو تا جهان مختلفی مختلف دو تا جهان کش میره این طرف ای کش میره اون طرف و بی‌نهایت بار تو هر لحظه این اتفاق این جهان‌های مختلف داره درست میشه این مولتیورس دیگه جهان‌های موازی ولی مولتیورس مثل استرینگ تیوری مثل ام تیوری اینها تئوری‌هایی هستند که به گونه‌ای میخوان دیتایی رو که ما داریم توضیح بدن هیچ کدوم مطلقاً یعنی یک هنوز تبدیل به Uh, یک uh, یعنی یک, اون چیزی که بهش میگیم تئوری علمی نشدن در حد یک هایپوتزیس uh, هستن اون تئوری علمی خیلی 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 وزنش زیاد مثلا رلاتیویتی دیگه یک تئوریه uh, فرگشت یک تئوریه ولی اینها هنوز تئوری نشدن اینها مدل هستن uh, چیزی که میشه بهتر توضیحش داد که شما تو کازینو وقتی تعداد تاس ها زیاد باشه مثلا من بدونم ده هزار تا تاس دارم میریزم خود به خود میتونم به شما بگم که از این ده هزار تا یک شیشمش یک یک شیشمش دو یک شیشمش سه یک شیشمش چهار یعنی تا یک حد هر چی تعداد تاسها بیشتر بشه من دقیق تر میتونم به شما بگم که تعداد هر عدد چقدره حالا وقتی تعداد تاسها کم بشه اون وقت رندومنس توش زیاد میشه این نکته اینجاست که ما هر چی از بیگ بنگ دور میشیم جهان دیترمینیستیک میشه برای ما یا تر میشه برای ما چون قوانین جهان رو بهتر میتونیم یعنی تعداد تاس ها زیاد میشن هر چی به لحظه بیگ بنگ نزدیک میشیم و در اون لحظه تعداد تاس انقدر کمه رندومنس انقدر زیاده که در اون لحظه هر یونیورسی میتونسته خلق بشه این نکته خیلی یعنی این عنصر احتمال اون لحظه خیلی مهمه و فاینمن این فیزیکدان آمریکایی که یک مدل آورد مدل احتمالی آورد برای آینده و گذشته گفت آقا همونطور که آینده میتونه بی مدل مختلف باشه ما بی مدل مختلف برای گذشته هم میتونیم درست بکنیم که و الان کاری که دارن دارش میکنن روی جوین کردن و الحاق کردن من سوپروایزر خود من توی دانشگاه رول هالووی کارشین این بود که من تو اون پروژه تا حدی با ایشون درگیر بودم که ما بتونیم مدل فاینمن رو با نسبیت عام به هم پیوند بزنیم که کامپلیت یونیفاید تیوری بهش میگن یا تئوری همه چیز از توش در بیاریم آها چون زمان دو طرف است خیلی فکر میکنم به خاطر فکر ما جهان از بیگ بنگ شروع شده و به اینجا رسیده و داره میره ای آینده در صورتی که هیچ چیزی توی این درک ما از زمانه زمان قرار نیست این وری بره زمان جهت نداره یا همین وری همون وریه درسته یعنی یک... خیلی خوب در در جریان اخبار فیزیک مدرن هستی را <laughs>